ریها چاکرابورتی به جرم همکاری با مافیا خرید و فروش مواد مخدر و دادن مواد به سوشانسینگ دستگیر شد طبق تحقیقات سازمان مبارزه با مواد مخدر هند ریها چاکرابورتی از سال 2015 تا 2016 میلادی مواد مصرف می کرده و با مافیای مواد مخدر در ارتباط بوده است. این بازیگر هندی به جرم همکاری با مافیا خرید و فروش مواد مخدر و دادن مواد به سوشان سینگ دستگیر شد. گفته می شود بعد, بعد از دستگیری ریها تعدادی از سلبریتی های هندی با انتشار تصویری درخواست آزادی او را کردند. جالب است کاربران در فضای مجازی نوشتند کسی به فکر ریها چاکرابورتی نیست و کسانی که از او حمایت کردند ترس آن را دارند که ریها نامشان را جزء مافیا لو دهد. برای همین درخواست آزادی او را کردند. علاوه بر اینها وکیل ریهاچاگرابورتی در اعتراض به دستگیری او اذعان داشته است عجب عدالتی شما یک دختر بیپناه و بیگناه را دستگیر کردید جرم او این بوده که عاشق یک معتاد روانی شده بود که زیر نظر پنج روانپزشک تحت درمان بود سوشاند در انتها با مصرف داروهای غیرقانونی و مواد به زندگیش پایان داد منظور از داروهای غیرقانونی داروهایی است که خواهر سوشان به او داده بود گفتنی است این اظهارات خشم مردم هند را برانگیخته است گفته شده ریها چاکرا بورتی در بازجویی سعی بر آن داشته تا تمام تقصیرها را برگردن سوشان سینگ بیاندازد که موفق به انجام این کار نشده است همچنین آنکیتا لوکنده پارتنر سابق سوشان سینگ از آن داشته است سوشان تا زمانی که با او در ارتباط بوده موادی مصرف نمی کرده است. به نظر می آید مرگ سوشان ابعاد و زوایای پنهان بسیاری داشته است که شاید این پرونده با سازمان مواد مخدر هند بتواند خیلی از معماها را حل کند و عدالت را اجرا کند. بعد از رفت آمدها و بازجویی های فراوان و سه روز بازجویی فشرده روز شنبه شش ساعت تمام و روز یک شنبه هشت ساعت تحت بازجویی بود. بالاخره سازمان مبارزه با مواد مخدر این سلبریتی مطرح را به خاطر پخش مواد مخدر دستگیر کرد. کی پی را معاون دفتر کنترل مواد مخدر دستگیری او را تایید کرد. در واقع پروسه کتوی و نهایی دستگیری ریا چاکرابورتی انجام شد و اتهامات دیگری علیه این بازیگر شناخته در حاله از ابهام وجود دارد. با استناد به منابع در بازجویی ها مشخص شد که ریها به مصرف مواد مخدر و همچنین تهیه آنها برای سوشانسینگ بازیگری که حدود سه ماه قبل بر اثر خودکشی فوت کرد اعتراف کرده است. او هنگام خروج از اداره پلیس برای انجام تست های پزشکی اعتیاد به مواد مخدر دیده شد از طریق چت های واتساپ ریا معلوم شد که او در مورد ماریجوانا یکی از مواد مخدرهای سنگین دیگر صحبت کرده است و سازمان مواد مخدر بر اساس همین چت ها تحقیقات خود را شروع کرد با این همه این بازیگر جوان در بازجویی های قبلی گفته بود که او خودش مواد مصرف نمی کرده و فقط برای سوشان که به ماری جوانا اعتیاد داشته تهیه کرده است. هفته گذشته سازمان مبارزه با مواد مخدر هند برادر ریا شویک چاکرابورتی مدیر خانه سوشان سینگ و یکی از کارمندان این بازیگر مرحوم شده را بازداشت کرد گفته میشد شویک مواد مخدر را بدون اطلاع سوشان در خانه او جاسازی میکرده است بعد از دستگیری ریا خواهر سوشان پریانکا سینگ گفت خدا با ماست ریها چاکرابورتی طی این بازجویی ها نام تعدادی از چهره های شناخته شده صنعت سینما اهم از بازیگر تهیه کننده و کارگردان که با کارتل مواد مخدر ارتباط داشته و دارند را فاش کرده است و اعتراف کرده است که در مهمانی های شبانه سلبریتی ها مواد مخدر به وفور استفاده می شد. ریها چاکرابورتی متولد یک جولای 1992 بازیگر و مدل هندی می باشد. ریها چاکرابورتی در یک خانواده بنگالی در بنگلور کارتاناکا هند متولد شد. پدرش یک افسر ارتش هند بود. او تحصیلات خود را از مدرسه عمومی ارتش آمبلا کانت آمبلا منطقه مسکونی در هند در هاریانا انجام داد. ریها چاکرابورتی فعالیت هنری خود را با اجرا در تلویزیون در سال 2009 آغاز کرد. او اولین بازی خود را در سال 2012 در فیلم تلوگو شروع کرد. او مدتی با آدیتیا روی کاپور بازیگر جوان و خوشتی به هندی رابطه داشت که اوضا بین آنها خوب پیش نرفت و از هم جدا شدند. پس از آن ریها در اپریل سال 2019 در یک مهمانی با سوشان سینگ بازیگر بالیوود آشنا شد و خیلی زود با او وارد رابطه شد در سپتامبر سال 2019 ریها با شراکت برادرش شویگ و سوشان سینگ یک شرکت هوش مصنوعی تأسیس کردند رابطه سوشان و ریا جدی تر شد و آنها از دسامبر 2019 به بعد با هم زندگی می کردند. 14 ژوئن 2020 سوشان سینگ در خانه خودش در بند را دست به خودکشی زد و این در حالی است که 6 روز قبل از این اتفاق ریها خانه سوشاند را ترک کرده بود. ریها در بازجویی ها گفته بود سوشاند افسرده بود و از مشکلات روانی رنج می برده و از سوی دیگر خانواده سوشان و وکیل آنها اتهاماتی همچون پولشویی به ریها وارد کردند و او را مسئول مرگ سوشان دانستند. چند روز قبل از مرگ سوشان منشی او خودکشی کرده بود و سوشان می ترسید ریها او را مسئول مرگ او در بین مردم اعلام کند. خانواده سوشان گفتن سوشان به خواهرش گفته بود ریها می خواهد او را دیوانه نشان دهد. وقتی پلیس هند به نتیجه نرسید 19 آگست دادگاه عالی هند به اداره تحقیق و بررسی سی بی آی اجازه داد این پرونده را دنبال کند و تحقیقات ادامه دارد که در این بین اتهاماتی همچون تهیه مواد مخدر بر ریها وارد و ثابت شده است و خودش را وسط یک کمپین تنفرآمیز شرورانه میبیند که توسط یک سری خبرنگار و ترول های فضای مجازی ایجاد شده است که برخی از آنها ریها را مسئول مرگ سوشان سینگ می طرفداران سوشان سینگ به شدت علیه او جبهه گرفتند و حتی یکی به او گفته بود تا کشته نشده خودش خودکشی کند و ریها از پلیس جرایم اینترنتی تقاضای کمک کرد.